اولین بار این مخبر السلطنه وزیر معارف بعد از مشروطه است که پیشنهاد کرد به جای لفظ مشروطه از مشروعه استفاده بشه. گمان این بود که روحانیون مجلس با این پیشنهاد همراستا میشن، دیگران هم شهامت مخالفت پیدا نمی کنند، اما اینطور نشد. مجلس با اون مخالفت کرد. نتیجه ی این تقابل چی بود؟ عده‌ای از روحانیون تهران در حرم عبدالعظیم بس نشستند. شیخ فضل‌الله نوری رساله‌ای رو منتشر کرد و فتواهایی مبنی بر حرام بودن مشروطه داد. در سال 1286 تعدادی از علمای تهران، در رأس اونها شیخ فضل‌الله، نامه‌ای به محمد علی شاه می‌نویسند که مجلسی که با الگوبرداری از قوانین پارلمان‌های اروپایی تشکیل شده است با قواعد اسلامی منافات دارد و ممکن و جمع نیست.